بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان عزیز، وطنداران گرانقدر، عید سعید اضحا را به همه شما عزیزان چی در داخل چی در خارج از صمیم قلب خرد و بزرگ به وطنداران عزیز ما در هجرت و آنانی که با خون و آتش زندگی میکنند در داخل، به تک تک شما صمیم قلب تبریک و مبارکباد عرض میکنم. امیدوار هستم که در سایه لطف پروردگار عید سعید اضحا را با خوشی و با سعادت و روزای خجسته را با خود داشته باشین. متاسف هستم که ما امروز عید را در حال برگزار بکنیم که روزهای قبل ملت ما سر بریده شدن و کشتار دست جمعی شدن و مورد خشونت‌های خصم قرار گرفتن. انفجار مسجد هرات و انفجار به مسجد امام زمان در کابل، انفجار قبل ازی به مسجد از زهرا و کشتار بیرحمانه به مرزا اولنگ، همینا نشان دهنده نهایت قساوت، خشونت، هرزگی و پستی و پستفدرتی دشمنان ملت افغانستان نشان میده که اینها میخوان ملت به جنگ مذهبی و فرقه‌ای بکشانن. ولی برحال او طفلک ها و کودک هایی که در مسجد امام زمان در خلال 1.5 ساعت دشمن مرمی خلاص کرده بود و با کارد و چاقو حتی طفلا را گلو بریدن و نهایت ضعف و تنبلی و بیکفایتی امنیتی های مسئول اون منطقه را نشان میداد، قابل بسیار تأسف است و درد آور است. به مخاطر است که ما بارها برای اصلاح نظام در مجموع و در مورد اصلاح ارگان های کشفی امنیتی همیشه تاکید کردیم. تمام تعینات بر اساس سلیقه ها و روابط و دوستی ها و همچنان برای دزدی قراردادها و این و آن صورت می گیرند. به مخاطر است که ما هر روز ده ها و صد ها هموطن خود چی نظامی چه غیر نظامی به قربانی میتیم. این ملت حوصله دوام چنین وضعیت پر از افتراق و اختناق و نفاق و شکنجه را نداره. از این بیشتر ملت ما حوصله مردن را، کشته شدن را نداره تا عزیزان خود را دست بتن. بهتر است که برای اصلاح نظام هرچی زودتر اقدام صورت بگیره. نشود که این همه بیتفاوتی ها، این همه کارهای مغرورانه، خودکامگی ها و کشور به پرتگاه سقوط و به بحران نزدیکش بکنه، که به پرتگاه سقوط رسیده که سقوط بکنه. برحال یکی از این امیدها ایجاد شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان است که از اصحاب قدرتمند در حال شکل گیری است و ما رایزنی داریم و کسان زیاد، عذاب زیاد، شورای قومی زیادی در این عضویت حاصل کردن. زود است که ما اعلان موجودیت بکنیم و اعضای رهبری نهایی شوه و اعلان شوه، بعد کمیته ها فعال شوه. بعد از فعال شدن کمیته ها ما برنامه خود و پیشگاه ملت خود پیشکش بکنیم، چون تا هنوز اعلان موجودیت نکردیم به او خاطر است که ما برنامه خودم نهایی نساختیم. برحال یک بار دیگر به تمام هموطنان عزیز ما، با همه ای که مشکلات ها را پشت سر گذاشتندن و با مشکلات پنجه نرم میکنن، عید برایشان مبارک باد عرض میکنم. امیدوار هستیم که عید خجسته روزهای سعادتمند را به شروع داشته باشند. چیز دیگه که من اضافه میکنم، نهایت تنبلی امنیتی ها و توأم با توطئه ها و دسیسه هایی که روان است. شما میدونید که علیه ما از طریق میدان یبو یک دسیسه را انداخته شد که ناکامش کردیم. همزمان به سقوط ولسوالی چمتال را انداخته بودن قماندان های مربوط یک حزب که کلتان میفهمین در میانتان منفور است، اما بخشی که البته به دولت نیست. با اینا همکار یک جا آمدن به طرف انقریب به شهر مزار شریف خود نزدیک کرده بودن. با وجودی که ما مصروف توطئه‌ای که از کابل برای ما روان شده بود مصروف او بودم، ولی با آن هم محبت که برای ملت خود داشتیم
کمر بستیم و خود ما رفتیم شامل جنگ شدیم. به توفیق پروردگار در 24 ساعت همشان هم ناکام و نابود کردیم و زنده ماندگیش فرار کرد و تمام منطقه را تصفیه کردیم. یعنی ملت خود را نمیمونم که هیچگاه نارام شوند. هر توطئه‌ای که از هر جا را بیفته با قدرت و قوت دست های لطف خداوند و همکاری شما مردم عزیز و را خونسا میکنیم. ولی کسانی که این توطئه را میندازند روسیا خواهد بودند. بعضی بخش برادرای حزب اسلامی در این توطئه دست دارن، بخشی از ارگانهای بلند زیاد نام گرفتن، دیگر نام نمیگیرم، بخشی از ارگانهای بلند کابل اطراف ارگ در این توطئه دست دارن. با آقای حکمتیار یک نصیحت دیگه هم میکنم که آقای حکمتیار، تو خب داعش هم بیعت سپرده بودی، بیعت کرده بودی، چطور میتونی که این بیعت از چهره خود پاک بکنی؟ چی علت شده بود که با داعش بیعت کردی و آل ما سر تو اعتماد بکنیم؟ چطور باور بکنیم که این افتراق فراگنی تو امیز زمینه کشتار دست جمعی برادران ازارا و شیعه و مظلوم ما را مساعد نسازه و از این عرفای تو القا نکنه، الهام نگیره، نه القا نشه به اینا و او بیعت که تو برای داعش داده بودی اعلان کردی، ما با گوشای خود شنیدیم. کی شنید که تو بیعت خود پس گرفتی؟ ما تشویشی را داریم که تو با ماموریت آمدی، از خداوند برای توفیق میخواییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.